بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به دانش آموزان عزیزم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امروز گفتار 3 تموم میشه، تمام دیگه نکات پایانش خدمتتون میگم، زایمان رو داریم، بحث سونوگرافی داریم، با تمام نکاتش خدمتتون عرض خواهم کرد. بریم ادامه بدیم بچا بحثمون رو. اگر خاطرتون باشه بچا، دو جلسه قبلی صحبتمون رسیده بود به اینجا و این شکل درجه کو با هم تحلیل کردیم و شما دیدین در ساختار بنده ناف 3 رگ داشتیم که دو تاش سرخ رگ بودن، برای همین میتونست بگه سرخ رگ ها، و یه سیاه رگ داشتیم، برای همین نمیتونست بگه سیاه رگ هاشون. یه دونه سیاه رگ رو میبینید بچه که نشوندم جلسه قبل با هم تحلیل کردیم ها، ولی دارم یه مرور، چون دو جلسه گذشته داریم مرور میکنم که بس دستتون میاد متن رو میخوام ادامه بدم. سیاه رگ رو میبینید بچه که قطرش بیشتره، قرمزه که حاوی خون روشنه، و به بازم تاکید میکنم قطرش رگیست از این ستاره که قطرش از اون دو تای دیگه بیشتر از قطرش تو تستا میتونه کد بده که نیاد اسمشو واضح بگه رو قطر صحبت. اون دو تای دیگه که قطرش کمتره و حاوی خونه تیره است، این سهرگ. گفتم بچا اسمش هم با خونه موجود درش، یه وقت اشتباه نگیری یا بگی چون سی، گفتم مبنای ما تعریف ماست، ما صرفا به خونه موجود توی رگ نمیگیم که اگه روشنی سهرگ، اگه مثلا تیره است، یا نه، ما به اون مسیری که تو دهم مفصل تو آقا رگی که خونه از قلب میاره بیرون به این میگیم سهرگ، رگی که خونه سیارگ فلان. اینجا هم گفتم دور جنین و مبنا قرار میذاریم، قلب جنین و مبنا میذاریم که روزش هم جلسه دو جلسه قبلی مفصل. و اینجا تبادلشو دو جلسه قبل مفصل با هم صحبت کردیم. بچه اینجا میبینید دیگه این مجموعه رو میگیم جفت. این جفت ماست که اینا رو صحبت می‌کنیم، دمش هم خیلی گرمه. تبادل داره در اینجا انجام میشه. برای همین تو اون متن بهتون گفتم بچه زیرش هم خط بکشید که جفت یک واسطه است بین بنده ناف و دیواره رحم. چون گفتم زیرش خط بکش مهمه. که اینجا کاملا داریم مشاهده می‌کنیم که اینا با هم تحلیلش کردیم. واقعا من گفتم که بس دست بیاد. این متن خیلی مهمه، مهم نه از این بابت که سخته، نه خیلی هم راحته، از این بحث که خیلی ازش استفاده میشه تو تستا برای کد دادن و فلان. برای همین الان این متن رو که دارم میخونم فقط خوب گوش کن، فقط گوش کن، بعد نکات اصلیشو برات کشیدم بیرون، پای تخته برات دستبندی کردم. حتما این نکاتش اینجوری که من دستبندی کردم تو جزء داره خود دستبندی داشته باشه. الان فقط گوش، یه سری واژه‌ام تأکید میکنم بیشتر روش دقت کن. همزمان با تشکیل جفت یاختای توده درونی لایه زاینده تشکیل میشه که از رشد و تمایز دیگه، تو میتونی تفاوت رشد و دهان اینا مفصل صحبت کنیم. رشد تمایز داستانشون چی؟ از رشد و تمایز آنها، کیا منظورش آنها کیه؟ همون سگانه لایه زاینده، بافتای مختلف جنین ساخته میشه. ابتدا رگهای لنفی، نه رگهای خونی و روده شروع به چی؟ شروع به نمو میکنن، سپس جوانهای دست و پا ظاهر میشه. در انتهای ماه اول اندامهای اصلی شروع به تشکیل شدن میکنن و ضربان قلب آغاز میشه. در طی ماه دوم همه اندامها شکل مشخص میشه. در این دامه 3 ماه اول، این نکته بهتون میگم بچه، 9 مبارداری رو 3 تا 3 ماهش بکنم، 3 ماه اول، 3 ماه دوم، 3 ماه سوم. حالا مثلا برای 3 ماه سوم که خیلی هم مهمه، یا میتونم بگه انتهای 3 ماه اول، ببین 3 ماه اول، 3 ماه دوم، 3 ماه سوم دیگه، این 3 ماه دستمندی کرده، این میتونم بگه انتهای 3 ماه اول یا بگه انتهای ماه سوم، فرقی میکنه؟ فرقی که نمیکنه، همونه دیگه، آدرسشه. انتهای 3 ماه اول اینجایی، انتهای ماه سوم بازم اینجایی. همچنین تو تست اگه این دو طرف اگه گفت همونه، منظورش فرق نمیکنه. در انتهای 3 ماه اول چه اتفاقی میفته؟ اندامهای جنسی مشخص میشه و جنین داره ویژگی بدنی قابل تشخیص میشه. در 3 ماه دوم و 3 ماه سوم، 3 ماه اول رو بررسی کردیم، ماه به ماهش خیلی مهمه، حالا 3 ماه دوم و 3 ماه سوم، به طور کلی جنین به سرعت نمو، رشد، این واژه‌های ریز تو تساب رشد میکنه و رشد هم میشناسی دیگه، رشد، نمو، تمایز دیگه، همه اینا رو تفاوتش هم میدونی. و اندام‌های آن شروع به تشکیل، نه شروع به عمل، این هم خیلی تو استفاده میشه میکنن، به طوری که در انتهای 3 ماه سوم قادر است در خارج از بدن مادر زندگی کنه. بیاریم پای تخته، این هم حتما برای خودت بنویس در جزوه. یه مرور می‌خوایم بکنیم، یه توضیح بدیم، فقط تو تستا کلماتشو حواست بشه بزنی، مگر چیز خاصی نداره. نکاتی متنی که براتون نوشتم. نکته اول،
بچه یادتونه تو بحث فرنده لقابتون گفتم این همزمانی ها خیلی مهمه، دو تا اتفاق همزمان گفتم، همزمان بودن ها. ببین ما یک داستان هایی داریم همزمانن، تقدم و تأخر نسبت به هم ندارن، یعنی این مثلا اول باشه این بعد باشه، این تقدم این تأخر ندارن و هم همزمانن. یک سری داستان هایی داریم تقدمی تأخری، یعنی میگیم اول این شده بعد این میشه، اینا رو باید تو تست موازه بشه. ببین همزمانی تشکیل جفت و لایه های زاینده، اون سگانه لایه زاینده که از باباش کی بود؟ توده درون، بلاسوستر یادتون اون توده درونی بابا این سگانه لایه زاینده بود دیگه. تشکیل این دوتا همزمانه توی تست اینه دیگه. بعد از تشکیل جفت با تشکیل لایه غلط که با ادامهش هم درست میخونه، با تمایز مثلا لایه زاینده بافتای مختلف بگو غلطه، بعد تشکیل همزمان با هم تشکیل میشن، نه اینکه این اول تشکیل بشه بعد این تشکیل بشه، تشکیلشون همزمان. نکته اول. نکته دوم، حالا آقا تقدمی تأخری برای اون وقتی لایه زاینده تشکیل میشه خب میخوان چیکار کنن؟ کارشون چیه؟ منشه بافت اندامهای مختلف هم دیگه. حالا آقا برای این بافت و قسمت های مختلف آیا تقدم و تأخری دارن؟ بگن خب اول اینو تشکیل بدم بعد اونو. آره، یکی از مهمترین تقدم و تأخرشون تو متن برات آورده که چی؟ ابتدا رگهای خونی و روده، وقتی داریم همون بحث رشد و تمایزش انجام میده میخواد بافت مختلف اون سگانه لایه زاینده بسه، ابتدا رگهای خونی و روده. خونی گفتم ها، لنفی نه توی تصیبت بندازه، و رگهای خونی هم با ویژگیش بلدی دهم ساختارش رو بررسی کردیم، روزه خوندیم، و روده رو هم میشناسی تو بحث گوارش فصل دو دهم روزه خوندیم. سپس این تقدم شد، بعد از سپس از این واژه تو تست جوانای دست و پا، نه یاد جوان دست و پا رو ابتدا بیاره. یعنی اینجوری بگم بچه ها، این داستان رگ های خونی و روده قبل از این، وقتی تو داری میبینی جوان دست و پا ظاهر شده، یعنی قبلش ما این داستان رگ های خونی و روده رو داشتیم. اینو حواست تو تست. اما زمانی ها، من اصلا بچه به اینا میگم زمانی ها. زمانی ها یعنی چی؟ فامیلیشه؟ نه، زمانی از این نظر که زمان بندی هاش تو تست خیلی مهمه، که بدونی آقا انتهای محول این سه ماه اول خیلی مهمه، تو ماه به ماه بگی چه اتفاقی افتاد. سه ماه دوم، سه ماه سوم به طور کلی با هم روزه میکنیم، که بازم دوره این برات خط کشیدم به خاطر همین این سه ماه بیشتر هم تو تست استفاده میشه تا این. اینم بدونه این چیز خاصی هم نداره، این سه ماه خیلی بیشتر تست استفاده میشه، ماه به ماه شاد به تفکیک بدونی تو ذهنت باشه. این دانستن این که کاری نداره، این دو تا اتفاق تو این میفته. این دو نکته مهمش اینه، تو یه سری تستا بچه ها طراح میدونه چیکار میکنه، میاد یک روزه برات میخونه، بهت اینو میپرسه، میگه این داستانی که خوندم در چه زمانیه؟ گزینه یک انتهای ماه اول، گزینه دو انتهای ماه دو. نکته این مهمش اینه تو تفسیر بکنی، این که بیاد عین واژه مثلا متن کتاب بذاره بعد تو بگه ای اینو دیگه دیده بودم انتهای ماه دوم، این که سبکه، میاد تفسیری برات صحبت میکنه. برای همین تو اینا باید تفسیر نکاتشو بدی. آقا یعنی چی یکم باز میکنی؟ آره، انتهای ماه اول چه اتفاقی میفته؟ یک، اندامهای اصلی. آقا یعنی چی اندامهای اصلی؟ ببین یه سری اندامهای شاخص و مهم تو جنین داریم، ببینیم میگیم اندامهای اصلی، یه سری اندامهای فرعی در نظر میگیم. حالا مجموع اینا رو هم اصلی و هم فرعی رو کلا میگیم اندامهاش، همه اندامهاش. تو انتهای ماه اول ما میریم سراغ اون شاخ، اولویت بندی داره دیگه، شاخص ها، اصلی ها، نه همه اندام ها. این یکی از کلیدهایی که مهمه در تست. برای همین اینجا نباید واژه همه به کار ببره. اینجا اولا اندام های اصلی. نکته دو، خب این اندام های اصلی شروع به عمل میکنن؟ عمل نه، شروع به تشکیل. این هم مهم. نکته سومش که این خیلی نکته مهم و تستی تریه، آغاز ضربان قلب انتهای محول. آقا یعنی این بمونه تو ذهنم کافیه. اشتباه رایج بچه‌ها تو تستا می‌دونید چیه بچه‌ها؟ اینه. ضربان قلب چون میمونه تو ذهنشون برای انتهای ماه اول، کلاً دیگه این دوتا رو به هم می‌چسبونن. یعنی کلاً هر جا ازش می‌پرسن که آقا ضربان قلب انتهای ماه، ضربان قلب انتهای ماه اول. و این اشتباه تو ذهنت میمونه. آغازش، ببین آغازش انتهای ماه اوله. مثلا دارین تفسیریا بود بهت گفتم. در زمانی که ضربان قلب وجود دارد و داره روزه میخونه، اینو که میبینه میگه خب انتهای ماه اول چرا زدی رفتی؟ ممکن متن رو ادامه بده، ممکن بود انتهای ماه دوم. ای آقا ضربان قلب برای انتهای ماه دوم؟ آره، داره بهت میگه وجود دارم. اینجا آغاز میشه، آغاز میشه، این دیگه ماه بعدی هم هست، در اینجا هم هست، در ماه سوم هم
هست تو سه ماهه دوم و سه ماهه سوم هم هست. نیست که آغاز بشه دیگه کلا هم تموم شده و دیگه نداریم. نه اینجوری نیست. نمیخواد بمیره جنگ خدا نکرد. بمونه پس. بچه این نکته مهم. اگر گفت آغاز زرمان قبل بله. توی محمد. وجود زرمان قبل برای تو اینجا الان ملاک نیست. تا زرمان قبل بدی سری حکم نکن. در انتهای ماه دوم. آقا اینجا چه اتفاقی میفت؟ همه آقا اینجا میگه همه اندام ها. نکته مهمش هم اینه. همه اندام ها شروع به تشکیل غلط. شکل مشخص میگه. آقا چرا بگه همه اینو ورداره بگه شروع به تشکیل غلط. چرا آقا داره میگیم همه اندام ها. بگه همه الان بهتن گفتم. همه اندام ها اندام ها شاخص و اصلی اندام های فرعی. وقتی داره میگه همه اندام ها یعنی جفتش. خب تو میدونی اندام اصلی که انتهای ماه اول شروع به تشکیل کردی نه انتهای ماه دوم. انتهای ماه دوم داستان اینه. اولا اندامای فرعی که تو انتهای ماه اول آدم حسابش نکردی میاد. یک دو اندامای اصلی شروع به تشکیلش کردی. اینجا کامل تر میشه. شکل مشخص میگیره. پس اینم حتی دقت کن. اندام ها رو همه اندام ها رو بود شروع به تشکیل میکنن غلطه. چون میگه اندامای اصلی است انتهای ماه اول شروع به تشکیل. اینو میگه انتهای ماه سوم. یاد گفتم میتونی بگه انتهای ماه سوم یا بگه انتهای سه ماه اول، فرقی نمیکنه. چه اتفاقی میفته؟ مشخص شدن اندام های جنسی. آها اینجا دیگه بچه آقا خب بالاخره اندام های جنسی هم جزء اندام هاست. اینجا داستانش چیه؟ اینجا بچه فرقش اینه. اینجا نمیگه شروع به تشکیل میکنن اندام. نه اندام جنسی اینجا دیگه کاملا مشخص میشه. یعنی جنسیت دیگه کاملا مشخص میشه. اینه که نکت اندام جنسی اصلا بچه بحث جنسی اینا خیلی راحت برات کد میشه تو تست. و اندام های جنسی اینا که دیگه روزه مفصل کنی در آقایون به چه شکله، در خانوم ها به چه شکله. بهتونم گفتم الان بچه بچه به دنیا اومده، انتهای ماه سومی به دنیا نیومده. برای همین نکته ای که مهمه اینه. شما میدونی اصلا به طور کلی در دوره جنینی وجود غدد جنسی در حفره شکمی برای من کد نیست. بابا دوره جنینیه. هم پسر و هم دختر میدونی غدد جنسیشون. غدد جنسی در پسر و بیزه، غدد جنسی در خانم و تخمدان در دوره جنینیشون هر جفتشون مشترکه در حفره شکمی. تفاوت پس از تولده. پس اینجام داره به روزه میخونه و اینا سری کد و تو حفره شکمیه. پس دختره. چرا میگی دختره؟ میتونه پسر باشه. پس از تولد تفاوت ایجاد میشه که برای پسر خارج میشه و میاد درون کیسه بیزه، در خانم ها میمونه در همون حفره شکم. این هم هست. نکته بعدی، جنین دارای ویژگی بدنی دیگه قابل تشخیص. این هم بچه خیلی کده خوبیه تو تستا که دیگه میگه آقا ویژگی بدنش دیگه قابل تشخیص میشه. کی؟ انتهای سه ماهه اول یا همون انتهای ماه سوم. اما برای انتهای سه ماهه دوم و سه ماهه سوم چند تا نکته. یک، اولا داریم به طور کلی روزش رو میخونیم، برای همین به طور کلی هم از تو تستا میخوام. فقط یه نکته، به سرعت رشد داریم برای جنین. رشدم میشناسی؟ این یک. بچه اگرم خیلی، چون میدونم شما مسلطین به مواسه دهم، همون فصل یک رشد نمو. آقا تفاوتش چیه؟ تمایزم که بود همین جلسه قبلی داشتم میگفتم تمایز تغییر ظاهری فلان نه تغییر ساختار ماده جنگی. اینقدر گفتیم دیگه مسلطین، میدونم. برای همین رشد و میشناسی رشد به سرعت داریم. و از همه مهمتر اینجام آغاز داریم برای اندام ها، ولی نه برای تشکیلش، برای عملش. این نکته بهتون میگم بچه ها، اصلا عمل کردن اندامی رو هر کدوم اصلا اینجا الان داره میگه اندام ها فلان اینا. من یه تستی رفتم زدم داشت اسم اندام رو آورده گفت فلان اندام اینجور. اشکالی نداره، تو کلیت کار داری یاد میگیری. بذار اسم معرفی کنم، تو درگیر اسم میگه. تو هر تستی عمل کردن اندامی رو به اسمم آورد، اشکالی نداره. روزه خون بگو آقا من کاری ندارم چی میخوای بگی. قطعا این اندام داره عمل میکنه. قطعا نه ماه اول، نه ماه دوم، نه ماه سوم. قطعا باید بیایم سراغ این سه ماه دوم، سه ماه سوم شروع به عملش. پس عمل اینم کد حالی برات حذف گزینه. کدوم اگه جملت زیر درست است فلان، در انتهای سه ماه سوم اندام فلانی با عمل کردن خود قطع بکش. غلطه. بگو به تست غلطه. عمل کردن که اصلا ما سه ماهه دوم و سوم عمل کردن. ادامه بدیم بچه ها متنمونو. صوت نگاری یا هم اصطلاح سونوگرافی که شنیدیم تو اطرافیان اینا. سوال میشه آقا داستان سونوگرافی چیه؟ مثلا میگم
بخونیم متن. در این روش تشخیصی از امواج صوتی با بسامد یا هم فرکانس بالا استفاده میشه. بچه‌ها یه نکته بهتون بگم، یادتون باشه حالا تو فیزیکتون احتمالا خوندیم فرکانس با طول موج رابطه معکوس داره. فرکانس امواج اون بالاست یعنی طول موجش کمه. زیر این خط بکش بالاش بنویس که یاد باشه فرکانسش بالاست و طول موجش کمه. مثلا ویژگی های امواجتون این روش تشخیص از توی تستی ازت خواستن. این امواج برخلاف اشعه ایکس که در رادیولوژی استفاده میکنیم برای جنین ضرر نداره. اینا هم بچه به عنوان کدای داخل پاکت یادت باشه امواجی که تو رادیولوژی اشعه ایکس و فلان اینا نگه ماسمال آشغال گفته گرفته اینا حواست باش ضرر نداره فلان. همین جملاتی که شاید به ظاهرت میگه خیلی سبک اینا شاید یه تست بشه، اینا رو حواست بهش باش. امواج رو این امواجمونو که فرکانسش بالاست و طول موجش کم با کمک دستگاهی به درون بدن میفرسته و باستا به اونو دریافت کرده به صورت تصویر ویدیو نشون میدن. آقا دم گرم امواجش دم این حرکت اونم باستا میگیریم تصویر چه فایده چه نقشی داره؟ بابا نقشش درجه یک که یک تشخیص بارداری در ماه اول تقریبا چو بهتون میگم در هفته سوم میتونه بارداری به شما بگه درجه یک کارش. یک تشخیص بارداری در ماه اول، دو اندازه‌گیری ابعاد جنین برای تعیین سنش، سه جنسیت جنین، چهار سالم بودن جنین از لحاظ حرکتی و عملکرد همه اند غلط. بعضی از اندام ها مثل قلب، قلبم به صورت شاخص آقا قلب آی باریکلا دهم آفرین ترکیب داستان از جمله مواردی است که در صوت نگاری مشخص میشه. بریم صفحه بعدی بذار اینم بخونم براتون، حالا فعالیت رو بخونم بعد این بیشتر بدین نرم داشته باشه. فعالیتش هم بخونیم. تعیین زمان تولد، متخصصان زنان و زایمان در پیش بینی زمان تولد نوزاد 284 روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه میکنن که حدوداً میگن کی مثلا بچه‌ت به دنیا میاد. با توجه به نمودار شکل 8 که با هم روزه مفصل خوندیم به پرسش زیر پاسخ بدید. چه ارتباطی بین قاعدگی و بارداری شخص وجود داره؟ اینو من ازت میپرسم. چرا پزشک زن و زایمان از اون مادر منده خود میگه آخرین باری که آغازش هم میپرسه آغاز قاعدگیت خون ریزید آخرین باری که مثلا میگه 5 آبان؟ چه دلیلی داره میپرسه؟ چون مهمه. چون آغاز دوره جنسی شروعش با همین خونریزی است. وقتی میگه ببین وقتی به شما میگه که آقا مثلا 50 آخرین بار 5 آبان میگه خب 5 آبان یعنی شروع شده دوره جنسی. خب 14 روز اولام که فولی گولیه چون میخوای ببین زیگوت تشکیل شده فلان الان بارداره دیگه، میخوای اینو حساب کنی که کی به دنیا میاد. میگه خب 14 از 5 آبان میگه آره میگه خب 14 روز که فولی کولیه بعد تخمه گذاری همون روز حدودا 14 و ما کف داستانو بگیریم که همون روز حدودا 14 که تخمه گذاری انجام شد مثلا یه سعادتی بود و اسپرم بنده خدا اومد، ما کف داستانو داریم میگیریم که همون روز 14 اومد. میگه خب 14 روز اول که بس نیست، یعنی داستان لقایش یعنی پس از تخمه گذاری اون روز 14 دیگه مثلا یه اتفاقی افتاده باشه اومده باشه. خب این 14 تا از اون بر. به صورت تیپیک و کلی باردار اصلا بین همه هم رایه جرم تو خیابون بریم آقا بارداری مدتش چقدر؟ میگه 9 ماه. دیدی تیپیکه دیگه، تیپیک 9 ماه میگیریم. 9 ماه بچه هر ماه هم 30 روز میگیریم، مشتری 30 روز 3 9 تا 207 یعنی میدونی دیگه 3 9 تا 27 یه دونه صفر داریم میذاریم میشه 207 207 یه 14 روز هم فولی کولی داشتی میذاریم روش میشه 284. داستانش اینه. میگه آخر اینجوریه دیگه، برای همین بودن دیگه. الان ان شاء الله به امید خدا خودتون بدن چیز شد دیگه نمیخواد برید، خودتون میتونید مشخص پنج آبان 284 بیاد حدودن. ولی این بچه حدودیه ها، قطعی نیست 284 تا بری اونجا قطعا این روز. نه اینجوری نیست، قطعی نیست. اصلا بهتون گفتم 9 ماه بارداری همه که 9 ماه نیست. سری بچه ها میدونه اصلا شاید خودتون هم اینجوری باشید، از اون بچه هایی هستن که 9 ماه کامل نشد زودتر به دنیا آمد. از اون ور ببین بعضی هستن ببین به طور کلی عموما میگن 38 هفته است مدت بارداری، بعضی هستن تا 42 هفته این متفاوته. ولی این 284 تیبیکه کلی مثلا اینجوری میگن. برای همین قاعدگی خوبیش اینه، میگه چه ارتباطی هست، خوبیش اینه قاعدگی نشون دهنده آغاز آخرین دوره جنسیه. یعنی این براتون گفتم قشنگ بروز ظهور داره دیگه، متوجه میشه که آخرین دوره میگه آخرین باری که قاعدگی شروع شد مثلا میگه پنجمه، میگه آها اون آخرین دوره جنسی بودی که شروع شد. چرا روز شروع آخرین قاعدگی در نظر میگیرن؟ الان داشتم 20 دقیقه همین روزه رو میخوندم. گفته میشود مدت زمان بارداری که 38 هفته یا 266 روزه. چرا پزشکان 284 که الان بهت گفتم، گفتم این 38 هفته بچه تا 42 هفته من گفتم متغیره و زودتر هم حتی میتونه باشه. ولی اون پزشکان که دارم بهت میگم اون 14 و با 270 چون 270 تیپیکی تی نظر میگن که یه عدد حدودی میگن که آقا مثلا این روز انشالله با امید خدا بچه‌تون به دنیا میاد. بریم بچه این بیشتر بدونیدم براتون بخونم بعد دیگه زایمانم بچه رو به دنیا بیاریم و دیگه دعاتون کنم.
بیشتر بازم تاکید میکنم چون بیشتر بدانید هایی که براتون میخونم برای اطلاعات خودتونه، وگرنه در کنکور نمیاد، از این بابت خیالتون راحت بشه. ولی خب بالاخره نکته خوبیه دیگه. مثلا آی وی اف زیاد شنیدی، فلانی آی وی اف داستانش چیه، سوال میشه برات، اطلاعات خوبه ولی تو کنکورتون نمیاد. پس من سریع میخونم براتون. فناوری کمک به رفع ناباروری. ناباروری رو با هم صحبت میکردیم، گفتی آقا کمک میکنه، چه کمکی میکنه آقا، داستانش چیه، از این روش ها. تلقیح مصنوعی آرتفیشیال اینسمینیشن. بچا اصلا اینسمینیشن یعنی تلقیح، مصنوعی آرتفیشیال. آقا یعنی چی مثلا تلقیح مصنوعی، یعنی چی کار میکنیم؟ داستان اینه، یادتونه بچه ها صحبت میکردم گفتم تعداد اسپرم سالم در مرد ها ملاک و مهمه برای ما، که بهتون گفتم بچه اگه اسپرم های مرد سالم ها زیر 20 میلیون در هر میلیلیتر باشه میگیم فرد عقیمه، با اینکه آقا این هم داره تولید میکنه ولی حد نصاب نیست، چون تو اون سیری که با هم صحبت میکردیم گفتیم میلیون ها رو باید بریزه، از اون ور تعداد کمی قبول شن دیگه، تعداد مثلا زیادی کنکور رو میدن تعداد کمی قبول بشن. این تو همین ورود مشکل داره، تو همین تعداد ورودی مشکل داره، برای همین نمیتونه به اون مسیر برسه، تعدادی کمه بره. برای همین با اینکه فرد میبینی اسپرم سالم داره تولید میکنه ولی تعدادش کافی نیست، یا مثلا فرد اینجوری نیست، اون 300 400 میلیون اسپرم تولید میکنه، ناسالمای زیادی قاطیشه، آشغال زیاد داره، مثلا باز سالماش کمن. چون بهتون گفتم بچا ما تعداد اسپرم سالم برامون ملاکه، تعداد زیادی اسپرم تولید کنم ولی مثلا بیشتریش مثلا ناسالمه به درد نمیخوره، تو اینجور مدل ها این تلقیح مصنوعی سفارش میشه که خوبه از این روش استفاده بشه. آقا خب چی کار میکنن؟ داستانش اینه، این تو ورود مشکل داره دیگه، تو باید میلیون ها رو بریزی که چهار نفر بنده خدا، مثلا میگم چهار تا، چهار نفر بنده خدا رچن برسن به اون داستان. این تو ورود مشکل داره، خب میدونی چی کار میکنن، میان آقا میخواد به اون مسیر رو نمیتونه، ورش میداره مثلا تو لوله فالو، نه یه دونه برمی دارم تو لوله فالو، این مسیر روش راحت میکنه که آقا لقا انجام شه. ولی نکته مهم اینه بچه، اینجا آرتیفیشیال بود، اینجا مصنوعی بود، وگرنه انجام لقاه، تشکیل زیگوته و مراحل بعدیش که بره در رحم فلان، همه اونا دیگه سیر طبیعی شده. در این روش اسپرم سالم شما توسط متخصص در مجرای تولید مثل زن، کجا اون مجرایی که بذارش کنار رو بسید، هم لوله فالو بشه دیگه، قرار بده. زوجهایی که شوهر به دلیل تعداد کم اسپرم عقیمه یا اسپرم ناسالم زیادی داره، ممکن است متقاضی این روش باشن. اما معروفه که خیلی هم شنیدین IVF، آقا داستان این چیه؟ این دیگه لقاح آزمایشگاهیه. مثلا بچه IVF بهتون میگم از چی اومده. IVF اول اینا رو باشن، این ویترو فرتیلیزیشن، فرتیلیزیشن بچه همون لقاحه، لقاحی که در آزمایشگاه داره انجام میشه، لقاحی که ببین تو تلقیح مصنوعی باز تو همون لوله فالوپه بود، در بدن زن بود، ولی اینجا خارج از بدن زن داره این لقاح انجام میشه. آقا مثلا چرا؟ فرض کن اینجا مشکل ما لقاحه نیست، زیگوته تشکیل میشه، لوله فالوپ این خانم مشکل داره، درنش این میخواد بندازه بیاد، تو زیگوت هم تشکیل دادی، دمت هم گرم، خب مشکل داره، مثلا مسعود مشکلی داره، نمیتونه بده. اینجا چیکار میکنن؟ خب این داستان داریم سر این دیگه، لقاحو میارن بیرون، انجام میدن، زیگوت تشکیل میشه، چند بارم میتوز میده، بعد میذارنش تو رحم خانم دیگه، اینو مسیر رو بیرون، لقاح انجام شد، زیگوت تشکیل شد، حتی چند بار میتوزم داد، بعد میارن وارد رحمش میکنن. در این روش اسپرم و تخمک در خارج از بدن زن لقاح پیدا میکنه، در بعضی زنان ممکن است تخمدان و رحم سالم ولی لولای رحمی مسدود باشد، یا ممکن است شخصی بخواد از تخمک اهدای به جای تخمک خود استفاده کند. در این روش تخمک و اسپرم را با محیط کشت حاوی مایعات رحم مخلوط میکند، تخم لقاح یافته همون زیگوت دو یا سه بار تقسیم میشه و به همین صورت اون وارد رحم میکنند. در این روش دوقلوزای بیشتر زیاد رخ میده. آیا میدونید چرا؟ میدونید چرا بچه اینایی هم که آی وی اف میکنه شاید تو دور اطرافی حتی خیلی هم دخالت نکنید، یعنی اینا حالا یاد گرفتی فر. نه دیگه من میدونم، ای دایی جان شما صاحب دیگه نگید زشت تو جمع مثلا داره. حالا اینو میخوام بگم، میدونید چرا بچه دو قلوزای و اینو تو اینا بیشتره؟ به خاطر اینکه ما تو آزمایشگاه میخوایم لقاح اینا قطعی انجام بشه برای ما، برای تعداد زیادی اسپرم با تعداد زیادی تخم از خانم میگیریم میندازیم به جون هم، چون میخوایم که یه چیزی گیرمون بیاد. حالا شانس میندازی یا مینی دو تاش گرفت، دو تا اوکی شد، برای همین دو قلوزای اینا تو اینها بیشتر هم هست. تولد و زایمان. آقا تا اینجا اومدیم، یادت از ابتدای فصل 7 که با هم شروع کردیم از آقا و فلان داستان همه جا رفتیم، اسپرم و این ور و اون ور و بیا گفتار سه لقا و داستان اینا، دیگه الان بچه میخواد به دنیا بیاد، این مسیر رو طی کرد، این داستانش چیه؟ زایمان و فلان. در ابتدای کار زایمان، سر جنین، اینم مهم و یادت باشه، سر جنین به سمت پایین، یعنی به سمت گردن رحم، به سمت همون واژنه فشار میاد. و شما میدونید دیگه محل تو زایمان طبیعیه، حالا سزارین نه، الان جلوتر بهتون میگم، اون مد نظر نیست، تو زایمان طبیعی محل خروج جنین از واژنه.
فشار میره سرش به سمت پایین، فشار میره. این فشار آوردنش باعث میشه اون کیسه آمنیون بود که حاوی مایع آمنیوتیکه. مایع آمنیوتیکه آقا سوال میشه، آقا مایع آمنیوتیک چه نقشی داره؟ نقش بود درجه یک اینجوری نگو. مایع آمنیوتیک ضربه گیری داره، تو این بحث حفاظتی ببین نقش ضربه گیری داره میکنه از جنین در مقابل عفونت ها حفاظت میکنه ازش، حتی تو تکامل ریویناش هم نقش داره. اینجوریه آقا دمش گرم. حالا این وقتی فشار میره کیسه آمنیونه که حاوی مایع آمنیوتیک پاره میشه، در نتیجه مایع آمنیوتیک یه مرتبه میریزه بیرون. خروج این مایع نشانه نزدیک بودن زایمانه. خیلی جمله مهمی برای تستا، خروج مایع آمنیوتیک نشونه چیه؟ نشونه نزدیک بودن زایمانه. برای کداها، برای کدتو تستا خوبه یادتون باشه. یعنی وقتی داره خروج مایع آمنیوتیک رو برات میگه، خودتو آماده کن برای تستی که میخوای از زایمان بزنی. کدام گزینه درسته؟ برو دنبال اونها. هورمون ها در این مرحله نقش اساسی دارن، از جمله اکسیتوسین. فصل 4 روزه توی ووز پسین ذخیره فلان دیگه میشناسیش، که ماهیچه های دیواره لوله رحم، نه دیواره رحم، برای همین میگم لوله. اینا رو مواظب باشه چقدر دارم تاکید میکنم که ماهیچه های دیواره رحم رو تحریک میکنه. چجوری؟ به خاطر اینکه بر سلول های ماهیچه که ماهیچه صافن چی داره؟ گیرنده داره دیگه. اینا رو هم ترکیب میکنه با فصل 4 دیگه، همینج کلی دارم مرور. علایل اکسیتوسین ماهیچه های صاف دیواره رحم رو تحریک میکنه تا انقباض آغاز بشه. آها آقا، یعنی اکسیتوسین که اومد انقباض رو آغاز میکنم یا آقا انقباض آغاز شد ما رفتیم؟ نه، بازم میاد. آقا آغاز که شد دیگه واسه چی میاد؟ در ادامه دفعات و شدت انقباض رو مرتبتا هی بیشتر میکنه. هی میاد بهش میگه بیشتر منقبض شو، قوی تر منقبض شو. میره دوباره میگه بیشتر منقبض شو، قوی تر. هم تعداد دفعاتش بیشتر بشه انقباضه، هم قوی تر. مثلا اینجوری اینجوری اینجوری، هی میگه تندترش کن و قوی ترش کن. برای چی آقا داستان هی؟ به همین دلیل پزشکان برای سرعت دادن به زایمان اکسیتوسین به مادر تزریق میکنن، چون خوبه دیگه این انقباضه هول میده که در زایمان طبیعی که بچه این جنین رو بتونیم از واژن خارج بکنیم. برای همین خدای متخصصین اکسیتوسین رو به مادر تزریق میکنن، یعنی اکسیتوسین خون رو میبرن بالا که بیشتر بشه، درش تحریکه بیشتر بشه، تعداد همه اینا رو دیگه خود ترکیب کنید، تعداد دفعات شدت انقباضه بیشتر بشه. بعد بچه یک مکانیسم بازخوردی مثبت هم داره، برای همین هم هستش پزشک. وگرنه اگه بازخوردش منفی بود پزشکو میدونه اگه بزنه خب الان این داستان میشه بازخوردی میاد پایین دیگه، دیگه پسیل نمیریزه بیرون. نه، بازخوردی مثبته. اینجا اینه کلو کلو بازی، هرچه انقباض بیشتر این بیشتر اکسیتوسین بیشتری میریزه. از کجا؟ هیپوویز پسین. ولی تو میدونی هیپوویز پسین نساختش، اونجا ذخیره شده الان داره به خون میریزه. بازخوردیش هم مثبت. شروع انقباض ماهیچه‌های رحم با دردهای زایمان همراهه، که خیلی دیگه کلیشه شده تو فیلم‌ها دید آی فلان داستانش، بخاطر همینه دردهای زایمان که می‌بینید بخاطر همین شروع انقباض ماهیچه صاف، انقباض ماهیچه تاکید می‌کنم صاف، دوکی تکسه سلولش بده. دهانه رحم در هر بار انقباض های بیشتر باز میشه و سر جنین بیشتر به اون فشار میاره. در چه باشه این دو عاملی که باعث خروج جنین میشه می‌بینی؟ فشار سر جنین، خودش هم داره با فشار با سر فشار میاره، از اون برای انقباض، این دو عاملی هم که میخواد این باعث بشه که خارج بشه. با افزایش انقباض ترشح اکسیتوسین با بازخورد مثبت افزایش پیدا میکنه، بازخوردون بهتون گفتم مثبت، و باعث میشه نوزاد آسانتر و زودتر از رحم خارج بشه. و خیلی هم این نکته رو برای خودتون میگم، خیلی هم حالا مهمه، چون با سر داره فشار میاره، این فشارهایی که بر سر جنین میتونه متحمل بشه. حالا طبیعیش کاری ندارم، و اینکه زیاد فشار رو یا مثلا اتفاقاتی که برای سرش خود اینا که در حالات غیر طبیعی اینا بیفته، الان مقالات فراوونه که منجر میتواند به چه اختلالات در حوزه بالینی و روانشناختی بشه. نزدیک بود خیلی از این نوع داستان خیلی مهمه که مثلا مثال میگم یکی از او کلی دلیل، یکی از دلایلی که اوتیسم اگه شنیده باشی میگن احتمال داره به خاطر این فشارها باشه، یکیش نه صرفا این اینجوری برای خود حکم کنم فقط اینه، نه یکیش میتواند، ولی کلی گفتم ذهنتون باشه. به طور طبیعی ابتدا سر و سپس بقیه بدن از رحم خارج میشه. خیلی قشنگه دیگه بچه، اول سر، هممون اینجوری بودیم ها، طبیعی ها سزاریانو طبیعی، اول سر بعد پا، بعدم که از دنیا میریم اول پا بعد سر، مرده رو میزن تو، خیلی سیکل قشنگه. اینم تو تسا حواست باشه دیگه، اول سر آخری پا. در مرحله بعد با ادامه انقباض رحم آب جنین اومد بیرون، ولی میبینی هنوز داره دیگه رحم باز چی ماهیچه صبحش دیگه باز چی منقبض میشه، به خاطر اینکه میگه جنین رفتی آشغالات هم خودت ببر. چیا؟ جفت و اجزای مرتبط با اون، مثل بند ناف اینا میگه به درد من نمیخوره که بردا ببر اینا رو میریزه بیرون، از رحم خارج میشه. هورمون اکسیتوسین علاوه بر تاثیر در زایمان ماهیچه صاف قدرت شیری مادر رو نیست، که اینم ماهیچه اش
صافه، اونم ماهی چشم صافه رو منقبض میکنی تا خروجشی. اینم میدونی تو فصل شما مفصل با هم روزه خوندیم که بچه ها خروج شیر، تولید شیر، پرولاکتین برای تولید شیر، خروجش اکسیتوسین، گفتم اینو حواستون باشه. البته تحریک گیرنده های موجود در قدرت شیر با مکیدن نوزاد، گیرنده های بچه مکانیکی دارن که حساسن. بنده خدا وقتی مثلا نوزاد بدون میمکه این تحریک میشه گیرنده ها، تحریک میشه گیرنده ها. همانا اینجا همون داستان بازخوردی مثبت، یعنی چی؟ این تحریکی که انجام میشه این اکسیتوسین بیشتر و این اکسیتوسین میشه خروج شیر بیشتر. از اون ور بازخوردی مثبت برای پرولاکتین هم هست، یعنی هر چی این بیشتر میمکه بازخوردی مثبت برای پرولاکتین، پرولاکتین بیشتر و خون تولید شیر بیشتر. یکی از اشتباهات بچه ها اینها، اینو مواظب باشید تو تستا، تو فصل 4 هم تاکید کردم خروج برای اکسیتوسینه، تولید برای پرولاکتینه، ولی جفتشون با این مکیدن بنده خدا نوزاده و تحریکه اینجا جفتشون بازخوردی مثبت تنظیم میشه. مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون ها، یکی از زیبایی های متن کتاب بچه اینجاست، و افزایش تو میدونی چرا؟ چون اینجا در یه دونه حرف جملهشو میندازه و میره. مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون ها و افزایش تولید و ترشح شیر میشه. سه بچه‌ها سوال میادم چون آقا چرا میگه تولید و ترشح؟ بعد میگه ترشح خروج، تولید که اصلا به اکسیتوسین ربطی نداره. میگه وا اینا این ها رو ببین دیگه، داره میگه افزایش هورمون ها، تو چرا بقا اکسیتوسین گرفتی؟ بلاکتین اون بغل ها روزش رو پس چهار برات خوند دیگه، اسمش نمیاره، اشکالی هم نداره، اونجا بهت گفته بود. این هایی که داره بهت میگه بخاطر همینه. پس بلاکتین و اکسیتوسین جفتشون بازخوردیه مثبت هستن تو این داستان مکیدن و اینا. اینا میتونی وارش ترکیب کنی، بیارمش پایین. فعلا دهم یه نکته ببینم چیزی داره بهتون بگم. علاوه بر زایمان طبیعی، تولد نوزاد با عمل جراحی هم سزارین نیز انجام میشه. پزشکان زنان و زایمان بیشتر توصیه میکنن که زایمان به صورت طبیعی انجام میشه. در مورد جنبه های مثبت و منفی جراحی سزارین اطلاعات جمع آوری کنید و نتایج به دست اومد روز. اولا من تو گفتم بچه‌ها این مده فعالیتی برید یه کاری بکنید بیارید، این تو کنکورتون نمیاد. ولی یه توضیح حالا بگم، آقا داستان سزارین چیه؟ هیچ، با عمل جراحی بچه‌ها این داستانی که سیری که گفتیم طبیعی بود. با عمل جراحی یعنی چی؟ پوست شکم و این مایچه‌های زیر اون ولی جدار رحم رو میشکنن، بچه رو بیارن بیرون. حالا آقا متخصصین بیشتر طبیعی رو دارن سفارش میکنن؟ آره. برای چی؟ سزارین که خود راحت میدونی بچه ها سزارین رو چرا مثلا زنان اینقدر بیشتر مشتاقن به سزارین رو بیشتر انجامش بدن؟ بخاطر فرار از اون دردهای خود، درد داره خدا وکیل بگه، دردهای زایمان. یه نکته با حالم بهتون بگم تو بحث این، یه جا تو یکی از این مقاله خونده بودم خیلی جمله جالبی بود که اگر داستان زایمان رو میگو خیلی جمله باحالی بود، خوشم اومد است. و اگه داستان زایمان رو خدا به مرد ها داده بود، غالب مرد ها تو هنگام زایمان میمردن از درد، چون میدونید دیگه توانایی این که این درد رو تحمل کنن در زنان بیشتر. حالا هر عیال، یعنی منظورم که خدای زایمان طبیعی درد داره، ولی اونا طبیعی رو سفارش میکنن. چرا؟ به خاطر دلایل. یک، ببین خونریزی که در سزارین هست تقریبا دو برابر اون خونریزی هست که تو زایمان طبیعی انجام میشه، یعنی خون بیشتر از مادر داره. دو، تو سزارین تو جراحی مادر رو میخوان بیهوش کنن، پس احتمال خطر مرگ به خاطر این عوامل بیهوشی هست. سه، دوره نقاهت مادر بیشتره تو سزارین. نقاهت اینه که تا خوب بشه دیگه، بیشتر باید تو جا بخوابه چون جراحی کرده دیگه تا زایمان طبیعی. و چهار، یه نکته خیلی مهم من برای خانوم ها اینه، احتمالات که این عفونت رحم و فلان این داستان هایی میباره بگن در خانوم هایی که زایمان سزارین از نوع سزارین میکنن 10 برابر احتمالش بیشتر است نسبت به کسایی که زایمان طبیعی میکنن. ولی یه نکته بگم، حالا با هم و تعداد زیادی، من 4 تا بهتون گفتم بچه، کلی میتونید برید، حالا پسرا که به درشون نخوره ولی دخترها اگه حال بعدن میتونن بخونن که آقا سزارین چه بدی ها چه خوبی ها، طبیعی چه خوبی ها چه بدی، که خودشون انتخاب کنن. ولی با همه این تفاصیل، اگر متخصص زن و زایمان تشخیص میده که شما باید سزارین بکنی دیگه، اینجا نه زایمان طبیعی، یک این دیگه الان نباید بگی، اون تشخیص داده الان برای خودت، برای جنین، برای سلامتی این درمان تشخیص این صلاحه، بعد اون انجام بده. این هم هست، اینو اینا رو بذار بخونم بچه، حیف دیگه جلسه آخریم، بذار بخونم و دعاتون بکنم گفتار سه داره تمام میشه. بیشتر بدونی سخت جنین، اینم نمیاد تو کلا نمیاد، بیشتر بدونید نمیاد تو کنکور. بیشتر بدونی سخت جنین، پایین بارداری قبل از زایمان، عوامل مختلفی میتونه باعث سخت جنین، سخت جنین زیاد شنیدین دیگه. و یکی از اشتباهات خدایی نکرده این که بچه مثلا بریم بندازیم گرونی فلان، تو که نونشو نمیدیم، نه کاری ندارم به گرونی و فلان اینها، ولی اگه نمیخوای بچه داشی شرایطش، حالا راههای پیشگیریش هست دیگه، دیگه اومد دیگه اون بنده تو نیست که، مالکش نیستی که، سخت و فلان خدای نکرده ازدواج کردن اون سمتونه، نمیخوای اشکالی نداره، راهای جلوگیریش هست.
در این حالت جنین کامل نشده دیواره رحم جدا و از بدن مادر خارج میشه، یا به عبارتی بارداری به اسمام میرسه. سخت اگر در مراحل اولیه بارداری صورت بگیره، همون مراحل اولیه، بیشتر ناشی از وجود ناهنجاری کروموزومی شدیده، مثل پلیپلویدی شدن، مثل اینکه دیپلوید بشه تریپلوید مثلا. اما اگر در سه ماه دوم اتفاق بیفته، سه ماه اول رد کرده مثلا تو ماه 4 و 5 جنین سخت شد، عامل اون ممکن است طرف مادر باشه، مثلا در اثر دیابت، فشار خون بالا، ناهنجاری هورمونی، بیماری عفونی، مشکل رحمی یا مواد مصرف مواد اعتیادآور ممکن است منجر به سقط جنین بشه. اما دلیل بیشتر سقط جنین هنوز مشخص نیست. به دلایل نامعلوم ممکن خدا نکرده بچه سقط بشه. بیماری مقاربتی، بچه این نکته بهتون میگم، این بیماری مقاربتی به خاطر همون رابطه جنسی هست بین زن و مرد، احتمال داره که کلفتا. حالا فقط الان دیگه متاسفانه شرایطی است که رابطه جنسی که فقط بین زن و مردی نیست، الان متفاوت هم شده، یعنی حالتهای دیگری هم هست که الان واردش نمیشم، که اونها هم بچه ها بیماری های داستانی دارد که واردش نمیشیم. فقط در حد یه جمله بگم که اینا برای اطلاعات خوبه، خودتون خوبه، عفونت کلامیدیا، سوزاک، سیفلیس، هپاتیت بی، ایس، هربس تناسلی، گیره تناسلی، ترگوناسیس، این از جمله این بیماری مراقبتی که این یه سریاشو نوشته ها وراوانن، میتونی قشنگ مطالعه کنی. ولی آقا خب من اینا رو خوندم ترس، اوه یعنی اینقدر داستان، چه کاری آدم خریات نمیرسن بشه. نه این نیست. ببین یه جمله بگم، یادگاری بمونه تو جیبت داخل پاکت. همه آدما تشنه میشن، تشنه شدن بده؟ نه، همه آدما تشنه میشن. ولی ببین شماها الان، شما همه دیگه هم تو کوچه این، شما به خصوص به هدفتون فکر کن. فرض تو یه کوچه ای، ته کوچه یه خونه ای هست درجه یک شیک، کاخ، قصر، خب کلید شدن دستت، گفتم آقا این خونه، این مسیر رو باید طی کنی بری تا اون خونه. حالا تو این کوچه ای تشنت هم هست، تشنه شدن که بد نیست، بده مگه؟ تشنت، تو میری تو این کوچه، کنارت هم جوب آب لجن و کسی. بعضی هستن آقا من تشنم، من نمیتونم فلان، سر میکنه تو جوب. خوشگل نداره، آب جوب میخوای بخوری، پی اینا رو هم باید به تنت بمالی، آب جوب خوردی. الان خیلی پیشرفته تر شده، میگن یه کاری کردیم، لجناشو گرفتیم، جلوشو گرفتیم، نمیدونم شما بیای اینجا، همه مواسشو حل کردیم، بیماریاشو نمیگیری، لجنشو درست کردیم، اشکالی نداره، لجنش هم ولو درست شده، ولی آب جوب بچه ها شما لجن کثیف بودنشو حل کردی، شور بودنشو میخوای چیکار کنی؟ آب شوره، سیرابت نمیکنه، برای همین طرف میبینی میشینه یه قلوب، اصلا کثیفیش هم حل شده ها، یه قلوب دو قلوب فلان، هی سیراب نمیشه که، چی میشه؟ یعنی این جوب فایده، جوبا رو عوض میکنه، برم با این، برم با اون فلان، اینا عوض. فیلم مثلا یکی داره از جوب آب میخوره، دیگرانو میشینه اینا جوب جوبه، ببین رک جوب جوبه، تشت ببین کثیفیش هم حل کنی، تشنگی تو رف نمیکنه. فقط چی ازت گرفت؟ کلید دستته، نشستی تو کف کوچه درگیر جوبی دیگه، معتاد شدی این جوب اون جوب، این فیلم اون فلان، درگیری. هدف چی شد؟ دایورت شد، هیچی. حالا افرادی مثل شما درجه یک اونام تشنشون میشه، میگه اونا آدم نیست، اونام تشنشون میشه، ولی منطقی به خودش میگه آقا الان من تشنم، قبول، ولی من الان میخوام برم به اون هدفم برسم، تشنگی هم نگه میدارم، از خدا کمک میخوام، خدا کمک کن، میرم تو اون خونه، رسیدم، میرم در یخچال آب تگری و زلو درجه یک میخورم، چه کاری آب آشغال بخورم؟ نه منظورم اینه، الان هدف گذاری دینه دیگه، انشالله کنکور بدی درجه یک وارد دانشگاه بشی، رشته خوب دانشگاه خوب درجه یک، بعد انشالله با امید خدا بله ازدواجم میکنی، عروسی هم میکنی، نه بچه دارم میشین، پیر میشی، داستان میشه، خط فلان، همین تا اون تهش هم میره دیگه خدا نه. ولی منظورم اینه که انشالله آسیا بنواد الان هدفاتونو، ذهن رو در نرید سمت مثلا چیزا، ذهن رو بفرست. خب من امروز اینو مطالعه کردم 12 ساعت، 2 ساعت دیگه، یه دو ساعت هم اینجا جا داره، 14 ساعت فلان، فردا چی بخونم اینو، اینقدر ذهن درگیر هدفت باشه، اینو فکرام نکن. اینم داخل پاکت بودا، بین خودمون بمونه بود. بیشتر بدانید، اینم که بچه هفته 4م، هفته 12م برای خودتون خوبه، اینم در کنکورتون نمیاد که هفته 28م، اینم موچولویی هست که شما دارید میبینید. ان شاء الله تا جلسه بعدی که بیام گفتار 4 در جک شروع کنیم، گفتار سمت تمام شه، شما ببینمتون، ببینم که حالا حس نمیکنم، ایشون جلسه من هستم خدمتتون، خدا بزنه.